سرخط خبرها. از فریاد جانم فدای اهواز تا شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض به کمابی در خوزستان به جاهای بیشتری کشیده شد. بررسی بی بی سی فارسی از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی در 3 سال گذشته، مردم 19% فقیرتر شدند. نگرانی از وضعیت خبرنگاران افغان با پیشروی طالبان، رسانه‌های آمریکایی از بایدن خواستند همکارانشان را به آمریکا منتقل کنند. و تلاش برای هیجان بخشیدن به المپیکی بدون تماشاگر، هنرمندان پرچم کشورها را در قالب جنگجویان سامورایی به تصویر می‌کشند. سلام و عصر بخیر. در ایران دامنه اعتراض‌ها در خوزستان به نقاط شرقی‌تر این استان کشیده شده. دیشب شهرهای ایذه، بهبهان و دزفول هم شاهد تظاهرات بودند. تصاویری از تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان منتشر شده. منابع رسمی هم از مرگ یک مأمور نیروی انتظامی خبر دادند. در اعتراض‌های شب‌های گذشته دست کم 2 معترض کشته شدند. باران عباسی گزارش می‌دهد. دارن تیراندازی می‌کنن. 29 شهرستان ایذه. تیراندازی و پرتاب گاز اشک‌آور به معترضان به بی‌آبی. اعتراضایی که از غرب استان خوزستان شروع شد، حالا به نقاط شرقی تر کشیده شده. بستن جاده ایذه دهلز محور کورفره. اینم وضعیت پل مارون بهبهان. ورود و خروج توسط معترضین بسته شد. 9 تیر دسفول شهر حمزه. حضور پررنگ کودکان در تجمعاتی که در بعضی نقاط با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو بوده. و تصاویری که گفته می شود مربوط به یکی از کشته شدگان اعتراض هاست. از شروع نارامی ها حدود 1 هفته پیش جان باختن دست کم 2 معترض تایید شده، اما گزارش های غیر رسمی از قربانیان بیشتری حکایت دارد. فرماندار بندر ماهشهر هم گفته یک مأمور نیروی انتظامی در شهر طالقانی این شهر کشته شده. با سلام، امروز سه‌شنبه 29 تیر ماه، استان خوزستان، شهرستان ایذه، تظاهرات مردمی که از امکانات اولیه محروم شدند و تکرار شعارهایی که در اعتراضات مردمی سالهای گذشته پررنگ بوده. اینجا در ایذه و اینجا فریاد خون و جانم فدای تو اهواز، شهری که در گرمای سوزان شاهد قطع مداوم آب و برق است. در استانی که دهه هاست از رفاه و امکانات بی بهره بوده. اینجا در سوسنگرد تانکی باقی مانده از دوران جنگ با عراق که به آتش کشیده شده. تنین دوباره صدای گلوله در خیابان ها. و مردمی که این بار در مقابل سرکوب حکومت در کشور خود سینه سپر کردند. باران عباسی، بی بی سی. علی نظری، نماینده پیشین مجلس ایران و سردبیر روزنامه مستقل، از شهر دماوند با ماست. آقای نظری، در گزارش همکارم شنیدید میگن که خوزستان دهه هاست که از رفاه بی بهره بوده. شما عملکرد حکومت را در خوزستان، چه در روزهای اخیر که خبری ازشون نیست، و در شکلگیری این بحران چطور میبینید؟ من ابتدا ضمن عرض سلام به شما و بینندگان شما، جان باختن به هر تعدادی از هموطنان عزیز رو من به خانواده‌های محترم این عزیزان
تسلیت عرض میکنم. این مشکلی که الان ما در خوزستان روی مسئله کم آبی میبینیم، این در نتیجه بی‌تدبیری دولت‌های گذشته بوده. به هر حال تصمیمات منطقه‌ای که مقدم داشته شد بر تصمیمات مبتنی بر طرح آمایش، کار رو به اینجا رسوند که ما امروز در خوزستان که جلگه یکی از به اصطلاح مهمترین و سرسبزترین جلگه های ایران هست، شاهد کم آبی هستیم. اعتراض مردم به هر حال یک مطالبه برحق هست و ما باید این اعتراض رو به رسمیت بشناسیم. ما بذارید اینو بپرسم، در روزهای اخیر از مقام‌های حکومتی خبری نیست که برن دلجویی کنن، صحبت کنن، قول مساعد بدن، درجه حرارت رو پایین بیارن، کجان اینها؟ البته دبیر مجمع تشخیص مصلحت آقای محسن رضایی، دیروز ما در خبرها داشتیم که ایشون رفته بودن، آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشورم رفته بودن. اما واقعیت امر اینه که در دولت آقای روحانی به خصوص سیاست‌های غلطی که من جمله حالا از طریق آقای واعظی و آقای شریعتی استاندار وقت گرفته شد، اینها در واقع در این مشکل بیابی بسیار مقصر. تصمیم‌هایی که شما دارید میگید اشارتون به چیه؟ به اصطلاح کشیدن آب، جدا کردن آب از خوزستان و بردنش به قم و اصفهان و اینجاست؟ به قم نبوده، اما انتقال آب اصفهان از همون کوهرنگ به صورت تونل به اصفهان و یزد واقعا این کار درست و کارشناسی نبوده. و باید عرض بکنم که مردم خوزستان هم به هر حال راضی هستند که آب شرب به این استانهای کویری برسه، اما متاسفانه شما نگاه بکنید در استان اصفهان، فولاد مبارکه، سپاهان، زباهن یا در یزد چادرملو، اینها مجتمع‌های بزرگ صنعتی هستند که در واقع داره آب شرب مردم خوزستان رو عملاً این بخش‌های بزرگ صنعتی می‌بلعن. ما باید به استان خوزستان به چشم ویژه نگاه کنیم. خوزستان در جنگ نماد مقاومت بود. خوزستان به شدت ما مدیونش هستیم. وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخ جنگ 8 ساله، فقط ما 14,000 شهید عرب زبان رو در این منطقه داریم. شما اگر نگاه بکنید در تاریخ، ما مثلا قضیه شیخ خزعل رو که شما میبینید، وقتی که به اصطلاح رضا شاه رفت، خیلی راحت تونست شیخ خزعل رو به اصطلاح از توی خونش بیاره بیرون. مردم خوزستان هیچگاه با تجزیه طلبها هیچ سنخیت و هیچ نسبتی نداشتن و همواره در کنار به اصطلاح ایران و ایرانی ها بودن. حتی در اون قضیه 1919، در اون جنگ معروف با انگلیسی ها که در غرب خوزستان در واقع در 20 کیلومتری اهواز شد، ما شاهد این بودیم که عرب زبانان، عزیزان خوزستانی ما، چه رشادتی در این به اصطلاح مقابله با آقای نظری. چون وقتمون کوتاه است، میخواستم از خدمتتون بپرسم، اگر امروز شما جای مقام های حکومتی بودید چه میکردید برای پایان دادن به این بحران، برای کم کردن دامنه این بحران همین امروز؟ اولین اقدام اینه که اون آبهایی که از زردکوه میاد به کوهرنگ کاملا باید به استانهای دیگه قطع بشه. میگن به اصطلاح چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما اول باید آب شرب خوزستان رو، مردم این استان رو تامین کنیم، سپس سرریزش رو به مناطق کویری مثل یزد و اصفهان و نقاط
چیز بدیم، دیگر بدیم. و این تصمیمات غلطی بود. همون سد گتوند بزرگترین به اصطلاح ضربه‌ای بود که بر خوزستان زده شد. اون سد خاکی که در یک منطقه نمکزار که بعد حتی آب کارون رو شور کرد. متاسفانه مطالعات این طرح در زمان دولت آقای هاشمی شروع شد، در زمان آقای خاتمی شروع شد، در زمان آقای خاتمی عملیات اجرایش، و آقای احمدی نژاد بود که در دوره ایشون به اصطلاح البته انحرافاتی هم در ساخت سد گتوند داشتن و یکی از بزرگترین معضلات فعلی خوزستان سد گتوند. الان واقعا مردم غرب استان خوزستان دامهاشون و هر حال گاوها، گاومیشها که وسیله ارتزاق و اقتصاد اینها هستن دارن از کم آبی تلف میشن. بله. و ما هرگز این اعتراضات رو نباید سنجاق. مردم خوزستان، بنده تاکید میکنم با نمایندگان ادوارشون هم که امروز صحبت میکردم، همه علیه تجزیه طلب ها هستن، هیچ گونه نسبتی با تجزیه طلب ها ندارن. و حتی گروه مثلا الاهوازیه، خود دوستان ما در اهواز میگن، میگن اصلا هیچ پایگاه و جایگاهی این گروه های تجزیه طلب که ندارن. و من فکر میکنم حاکمیت باید هر چه سریعتر با اقدام عملی به رسمیت بشناسه از این خواسته و مطالبه حق طلبانه مردم خوزستان استقبال بکنه و انشالله با دلجویی ما بتونیم هر چه زودتر آرامش رو در خوزستان عزیز و قهرمان ببینیم. آقای نظری، خیلی ممنون از شما. علی نظری، نماینده پیشین مجلس و سردبیر روزنامه مستقل از دماوند با ما صحبت میکرد. آقای نظری، خیلی ممنون. بررسی های بی بی سی فارسی نشان میدهد که قدرت خرید مردم ایران در 3 سال گذشته به طور متوسط 19% کمتر شده. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوار منتشر کرده، هزینه خانوار از سال 96 تا سال 99 تقریبا 2 برابر شده. ولی به دلیل نرخ بالای تورم، عملا قدرت خرید کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در این مدت 18% و خانوارهای روستایی 21% پایین آمده. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ارزش مواد غذایی مصرفی خانوارها به طور متوسط 25% کم شده. از همکارم بهرنگ تاجدین پرسیدم که گزارش او درباره هزینه خانوار در ایران بر اساس چه آمار و اطلاعاتی به دست آمده. آمار ایران هر سال یه تحقیق گسترده ای انجام میده، یه آمارگیری گسترده ای انجام میده. 19000 خانوار شهری، 18000 خانوار روستایی توی بیشتر از 300 تا شهر و شهرستان کشور، و میرن بررسی میکنن که این خانوارها در طول سال چقدر انواع اقسام اقلام و کالاها و خدمات مصرفی رو میخرن و مصرف میکنن، و کارشون فراتر از خریدنه. مثلا میگم اگر که شما خونه ای داشته باشید، مال خودتون باشه، میان ارزش این که اگه این خونه رو میخواستین اجاره کنین چقدر میپرداختین، این رو هم اضافه میکنن و تو اعداد و ارقامشون حساب میکنن. خلاصه ای داستان، این عددهایی که در میاد نشون دهنده اون چیزیه که من و شما بهش ممکنه بگیم رفاه، بهش ممکنه بگیم که وضع شما خوبه یا وضع شما بده. حالا وقتی میایم این اعداد و ارقام رو برای 4 سال گذشته نگاه میکنیم، میبینیم متوسط عرض کنم هزینه خانوار شهری از حدود ماهی 2,700,000 تومان رسیده به ماهی 5,000,000 و نزدیک 200,000 تومان. خب این طبیعیه دیگه، قیمت ها بالا رفته، دستمزد هم بالا رفته، اینا رفته بالا. ولی مسئله اینه که این اعداد به خودی خودی خورده بیمعنی هن، به خاطر اینکه قیمت ها تو این سالها افزایش شدیدی داشته. به طور متوسط قیمت ها 130% تو این 3 سال از 96 تا 99 بالا رفته. چند درصد؟ 130%. در نتیجه وقتی میایم این اعداد رو فرض میکنیم قیمت ها تو همه این سالها مثل سال 99 بود، چیزی که میبینیم، میبینیم که عملا میزان مصرف خانوارها پایین اومده. یعنی اون
عرض کنم که 2,700,000 تومان سال 96 قدرت خریدش مثل 6,300,000-400,000 تومان در سال 99 بوده. این عملا یعنی قدرت خرید خانوارها تو این سالها کمتر شده. این خانوارهای شهری کمتر دارن مصرف میکنن. دقیقاً به خاطر اینکه پول کمتری دارن، دارن کمتر مصرف میکنن. حالا این مصرف ممکنه مثلا این باشه که شما گوشت کمتر بخرید، ممکنه این باشه که به جای گوشت مرغ بخرید، به جای برنج ایرانی برنج خارجی بخرید، و به جای اینکه سالی دو تا مثلا لباس بخرید، سالی یه دونه لباس بخرید. همین داستانو برای خانوارهای روستایی هم داریم. برای اونها هم تقریبا 21% تو این 3 سال قدرت خریدشون کم شده، میزان مصرفشون کم شده. و در مورد مواد غذایی، به خاطر اینکه قیمت مواد غذایی توی این بازه 3 ساله با سرعتی بیشتر از متوسط کالاها و خدمات دیگه بالا رفته، اتفاقی که افتاده اینه که عملا ارزش مواد غذایی که خانوارهای شهری مصرف میکنن از سال 96 تا 99 23% کم شده، برای خانوارهای روستایی تقریبا 25%. 19% اینجا اینطوری که گفتیم 19% مردم فقیرتر شدن در عرض این 3 سال گذشته، 3 سال خورده از 96 تا 99. یادم هست چند سال پیش هم همین گزارش رو خودت داشتی، اونجا هم صحبت از این بود که حدود 20% مردم فقیرتر شدن. درسته؟ داریم الان داریم این 19% به اضافه اون چیزی است که سالهای قبل داشتیم. آره، ما اون موقع توی بازه 10 ساله 15% داشتیم، الان توی بازه 3 ساله 19% داریم. در نتیجه عمق اتفاقی یا شدت اتفاقی که افتاده خیلی بیشتره، و دلیلش هم روی کاغذ تورمه. یعنی سرعت فقیرتر شدن، سرعت بدتر شدن وضع مردم حتی بیشتر هم شده. ببین، دلیل این اتفاق روی کاغذ تورمه، ولی واقعیت داستان اینه از اردیبهشت 96 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت از برجام بیرون بیاد و تحریم‌ها رو بذاره، ایران وارد یک رکود اقتصادی عمیقی شد. اتفاقی که افتاد این بود که این کیک اقتصاد ایران کوچیک شد و جمعیت توی این مدت بالا رفته، و حالا داریم نتایج این در واقع تأثیرات تحریم ها، تأثیرات مدیریت بد اقتصادی، تأثیرات تورم شدید رو توی زندگی مردم میبینیم که توی 3 سال تقریبا وضعشون 19% بدتر شد. بهرنگ تاجدین بود. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این ساعت. دامنه اعتراض ها به کمابی در استان خوزستان ایران به شهرهای بیشتری کشیده شده. بررسی بی بی سی فارسی از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد که قدرت خرید آنها در 3 سال گذشته 19% کمتر شده. در ادامه این برنامه، کاری هنرمندانه برای جان دادن به المپیک بدون تماشاگر توکیو. گروهی از رسانه‌های آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستند که اجازه بدهد روزنامه‌نگارانی که در افغانستان برای آنها کار کردند به آمریکا مهاجرت کنند. این رسانه‌ها از جمله CNN، نیویورک تایمز و واشنگتن پست می‌گویند باید به این روزنامه‌نگاران که جانشان در خطر است کمک کرد. همزمان با خروج نیروهای خارجی و پیشروی طالبان در مناطق مختلف، طرح مشابهی برای خروج مترجمان محلی از افغانستان در حال اجراست. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، بیشتر به ما بگو از نامه‌ای که این سازمان‌های خبری به آقای بایدن نوشتن. این رسانه‌های خصوصی در نامه‌های جداگانه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و همینطور رهبران اکثریت و اقلیت دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره ابراز نگرانی کردن از اینکه روزنامه‌نگاران و مترجمانی که با رسانه‌های آمریکایی طی 20 سال گذشته در افغانستان همکاری کردند به صورت هدفمندانه مورد هدف طالبان قرار خواهند گرفت. گفتند که اینها ممکن هست که مورد انتقام واقع بشند. در کل 24 رسانه هستند. نام‌های رسانه‌های بزرگی مانند CNN، واشنگتن پست، نیویورک تایمز به چشم می‌خوره. همینطور رسانه‌های کوچکتر. اونها در نامه‌های خودشون نوشتن که ما به عنوان شرکت‌های خصوصی تلاش خودمون رو خواهیم کرد که همکاران فعلی و سابق خودمون در افغانستان رو
کمک کنیم بهشون، نجاتشون بدیم، ولی این بدون کمک دولت آمریکا امکان پذیر نیست. طبق نوشته این نامه ها تقاضای اونها این هست که ویزای اقامت در آمریکا برای حدود کمتر از 1,000 نفر از مترجمان و خانواده های اونها و روزنامه‌نگاران افغان صادر بشه. این کار بی سابقه ای نیست. قبلا هم در سال 2008 جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا به روزنامه‌نگاران و مترجمان رسانه‌های آمریکایی در عراق این امکان رو داده بود که اونهایی که در خطر بودند به آمریکا مهاجرت کنند. این درخواست در حالی مطرح میشه که همزمان گزارشگران بدون مرز که یک سازمان حامی روزنامه‌نگاران هست غیر دولتی در بیانیه خودش اشاره کرده که جان روزنامه‌نگاران به خصوص در مناطقی که در اختیار طالبان قرار میگیره در خطر هست. گفته که اینها مورد انتقام جویی قرار میگیرند، به خصوص روزنامه‌نگاران زن. و این درخواست در حالی داره مطرح میشه که دولت آمریکا داره تلاش میکنه که مترجمان و همکاران افغان نظامیان آمریکایی در افغانستان رو که طی 20 سال گذشته به ارتش آمریکا کمک کردن در زمینه ترجمه یا راه‌های مسائل دیگر، اینها رو به نحوی به آمریکا منتقل کنه. گفته شده که برای حدود 20,000 نفر درخواست روادید مهاجرت به آمریکا، روادید ویژه درخواست شده. متأ دولت آقای بایدن سیاستش بر این بوده که تا زمانی که پروسه مهاجرت کامل نشه این افراد به آمریکا منتقل نشد. این موضوع مورد انتقاد کنگره آمریکا بوده، فشار زیادی بر دولت بایدن آوردن و حالا قرار شده که 2500 نفر از افرادی که خودشون و خانواده‌هاشون در مجموع 700 روزنامه مترجم نظامی و به همراه خانواده‌هاشون که پروسه مهاجرتشون تقریبا کامل شده به پادگان نظامی در ویرجینیا فورت لی منتقل بشن تا اینکه پرونده‌شون تکمیل بشه و بتونن داخل آمریکا زندگی کنن. حدود 2000 نفر دیگر هم قرار هست به پایگاه نظامی آمریکاییان در قطر منتقل بشن. خشایار خیلی ممنون از شما. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن با ما، متشکرم. چند خبر کوتاه داریم. سازمان صلیب سرخ میگوید تعداد غیر نظامیانی که به خاطر جراحات جنگی در افغانستان تحت درمان قرار گرفتن افزایش چشمگیری داشته. بر این اساس در شش ماه گذشته تقریبا به 50,000 نفر که جراحات جدی و غیر قابل جبران داشتند کمک شده. در بیمارستانی در شهر قندهار که صحنه نبردهای شدید طالبان و نیروهای دولتی بوده، تعداد مجروحان جنگی در عرض یک سال دو برابر شده. بیش از 700 نفر یک عضو بدنشان را از دست دادند. صلیب سرخ از طرفهای درگیر خواسته که برای محافظت از غیر نظامی ها اقدامات بیشتری انجام بدهند. مادر علی انصاریان، فوتبالیست و هنرپیشه ایرانی که 5 ماه پیش بر اثر کرونا درگذشت، از پزشک مالج او شکایت کرده. خانواده آقای انصاریان میگویند دکتر محمد رضا هاشمیان در تعیین زمان جدا کردن دستگاه تنفس مصنوعی از علی انصاریان اشتباه کرده. علی انصاریان و همبازی سابقش مهرداد میناوند بعد از اینکه در یک برنامه تلویزیونی به کرونا مبتلا شدند، جانشان را از دست دادند. دولت فرانسه قوانین جدیدی برای حضور در مکانهای عمومی وضع کرده تا موج جدید شیوع کرونا را مهار کند. از امروز فقط افرادی که کارت واکسیناسیون یا نتیجه منفی آزمایش کرونا داشته باشند می توانند در موزه ها، سینماها و بعضی از پارک ها حضور داشته باشند. قرار است درباره اجرا شدن یا نشدن این قوانین در رستوران ها، مراکز خرید و حمل و نقل عمومی هم تصمیم گیری شود. شناگران لهستانی که به اشتباه به المپیک توکیو فرستاده بودند امروز به ورشو برگشتند. لهستان در ابتدا 23 شناگر را انتخاب کرده بود، اما بر اساس قوانین فینا، فدراسیون بین‌المللی شنا، تنها 17 شناگر این کشور مجوز ورود به مسابقات را پیدا کرده بودند. رئیس فدراسیون شنای لهستان از اتفاق پیش آمده عذرخواهی کرده و گفته خشم و عصبانیت شناگران را که مجبور به بازگشت شدند درک می‌کند. شناگران لهستان خواستار استعفای مقام‌های فدراسیون شنای این کشور شدند.
دو روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک توکیو و ممنوعیت حضور تماشاچی‌ها در محل مسابقات، گروهی از هنرمندان و طراحان وب دست به یک کار خلاق زدن. آنها برای هر کشور یک شخصیت سامورایی طراحی کردند. این هنرمندان و طراحان میگویند هدفشان به هم نزدیک کردن فرهنگ‌ها و ملت‌ها در زمان المپیک است. سوفیا بت گزارش می‌دهد. هر کدام از این شخصیت‌های کارتونی سامورایی نماینده کشوری هستند که قرار است در چند روز آینده در المپیک توکیو ژاپن شرکت کنند. این کار گروهی از هنرمندان ژاپنی است. پروژه ما درباره ایجاد ارتباط بین کشورهای مختلفه. من برای دیدن بازی‌ها هیجان زدم. از زمانی که یه دختر بچه بودم همه بازی‌های المپیک رو نگاه می‌کردم و خیلی خوشحالم که ژاپن میزبان المپیکه. اول از تحقیق در مورد معنای نمادهای روی پرچم‌ها شروع کردند. مثلا پرچم مکزیک یک عقاب دارد که روی کاکتوس نشسته و یک مار را شکار کرده و همه این اجزا را در سامورایی مکزیک منعکس کردند. بعضی وقتها برای کمک گرفتن به توییتر متوسل می شوند و از کاربران می خواهند در مورد بهترین طرح نظر دهند. طرح‌ها عالی‌اند. به جزئیات دقت کنید. برگ درخت افرا برای کانادا، شرلوک هومز برای بریتانیا و البته ژاپن با کیمونوی سنتی. سامورایی را انتخاب کردیم چون می‌خواهیم همه با فرهنگ سنتی ژاپن آشنا بشن. و شخصیت‌های کارتونی را انتخاب کردیم چون کارتون در همه جای دنیا شناخته شده است. اونا میخوان با طرحهایی که خلق کردن به بازی‌های المپیک شور و هیجان ببخشن، چون هیچ تماشاچی اجازه ورود به استادیوم‌ها رو نداره به خاطر اینکه ژاپن برای مقابله با کرونا المپیک رو بدون تماشاچی برگزار می‌کنه. مقام‌های ژاپن در توکیو شرایط اضطراری اعلام کردند. بسیاری اینجا میگویند زمانی که موارد ابتلا به کرونا در حال افزایش است، برگزاری المپیک بی‌معناست. با این حال این طراحان به طرح‌هایشان افتخار می‌کنند. آنها این کار را برای پول انجام ندادند و بیشترشان طراح وب و دانشجو هستند. افتخار می‌کنم که المپیک در ژاپن برگزار میشه. با این طرح‌ها می‌خوایم درک متقابل را تبلیغ کنیم. این پیام المپیکه. تنها دو روز مانده به آغاز بازی‌ها، این طرح‌ها نمی‌توانند موانع موجود در زمان بازی‌ها را بردارند، ولی آنها روح المپیک را تداعی می‌کنند. زمانی که ورزشکاران از هر گوشه جهان بار دیگر به هم ملحق می‌شوند. سوفیا بهتیزا، بی بی سی نیوز، توکیو. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.